سازمان اورژانس کشور اولین گروه‌هایی هستن که به محل حادثه میرسن و خدمت رسانی میکنن تو حوادث. و به من از که بحث کرونا پیش اومد به نتیجه رسیدم که یک تیم ویژه‌ای رو تشکیل بدم و خیلی وقتا که ما نیاز به کمک بیشتری داریم و کمک‌های تخصصی تری داریم از این تیم عملیات ویژه استفاده میکنیم در قالب تیم EMT Emergency Medicine Team. من از که قوم اولین موردهای مثبت رو گزارش دادن تیم‌ها وارد عملیات شدن و ما یه بخشنامه کردیم که فقط و فقط اعزام بیماران مشکوک به کرونا توسط اورژانس 115 جا به جا بشه. این باعث شد که تلفن‌های 115 ما 4-5 برابر زنگ خور داشته باشه. اورژانس تهران بفرمایید. سلام عزیزم، بفرمایید. سابقه بیماری قلبی، دیابت، فشار، مشکلی داشتن از قبل؟ فشار خون. دیابتی نیستن احیانا؟ میدونم، من درکت میکنم که نگرانی عزیزم، منم میخوام کمکت کنم. ما یک سری کابین هایی رو اضافه کردیم که بتونن به عنوان مشاور، به عنوان کال سنتر پاسخگوی این عزیزان باشن. مرکز مشاوره کرونا بفهمین. چه علائمی داره که فکر کردی مشکوک به کروناه؟ تب داره، سرفه میکنه، تهوع، بیحالی. چند سالشونه؟ با کسی در ارتباط بوده که کرونا داشته باشه؟ نبود. ما 25 نفر رو به عنوان کال سنتر انتخاب کردیم، 40 نفر رو برای مرکز دیسپچمون افزایش دادیم. در واقع اومدیم این بحث فاصله اجتماعی هم رعایت کردیم. سرفه‌هاش جوریه که نفس کشیدن برای سخت بشه، پشت سر همه. امروز اگه نفسش نسبت به روزای قبل تغییری هم کرده، موردتون نیاز به بررسی داره، باید آمبولانس بیاد چکتون کنه. بفرمایید آدرستون رو. منطقه چند تهران هستین؟ بله، برشون وسیله هماهنگ شد. فقط یه زحمت بکشین تا قبل از رسیدن همکارای ما، اگر که احتمال میدین حالا آلوده باشن به ویروس کرونا، حتما خودتون رعایت کنین، فاصله 1-2 متری رو داشته باشین. میرسن انشالله همکارام، نگران نباش. خدا نگهدار. بیماری که از منزل تماس میگیره و ما مشکوک میشیم یا اطمینان پیدا میکنیم که بیمار کووید 19 هست، ما برچسب کووید 19 رو بهش الحاق میکنیم و آمبولانس ویژه‌ای که بابت این کار تدارک دیدیم که تجهیزات مناسب داره، لباس مناسب داره و همه آموزش‌های لازم و همکارای تکنسیانمون دیدن، بر بالین بیمار اعزام میشن و به بیمارستان‌های مقصد ما اعزامشون میکنن. بین بیمارستان ما بیماران رو منتقل کنیم، اینا هم وظایفش به عهده ما هستش، و بیمارانی که خوب شدن و مشکل دارن و باید مثلا به آزمایشگاه، لابراتوار، رادیولوژی جایی منتقل بشن، اینا رو همه به عهده اورژانس. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. بله، شما آقای سلام آقا جسور، خوبی الحمدلله، چه خبر؟ بله، از ستاد بهشتی، از بیمارستان ساسان به بیمارستان میام الحمدلله، شیفت تموشه میام دیگه، دلم براتون تنگ شده. مراقب خودتون باشید. مشخصات بیمار، هوشیاریشون؟ آقای خسروی، بیمارستان ساسان به مسیح دانشوری، نزدیکترین کد اعزام کن. چاش بفاد. ما تا الان گلایه از این نداریم که کسی درخواست آمبولانس کرده باشه برای انتقال یه بیمار کرونایی و همکاری ما نرفته باشن. حتی بیمارستان‌های خصوصی هم که مریضی مراجعه می‌کردن و اونا حالا به نوعی می‌خواستن منتقل بکنن به مرکز ریفرال کرونا، اونا رو ما منتقل می‌کردیم. آقا جان، معمولیت خورده. معمولیت مادر جان، ببخشید، معمولیت. بله، معمولیت با تماسیم. خدافظ. کجا؟ بیمارستان ساسان به بیمارستان مسیح دانشوری. باشه، پس بیم آموزش.
وقتی ما این کار رو انتخاب کردیم شرط کار اورژانس رو میدونستیم که چه شرایطیه، بلخص با شیوع بیماری کرونا میدونستیم که تو چه شرایط سختی هستیم و چه کار سختی میخواییم انجام بدیم، ولی خب لذت خدمت به هممیهنامون باعث شده که این شرایط واسمون آسان‌تر بشه. تو این برهه که داریم واقعا به صورت جهادی کار میکنیم، نیروهای اورژانس واقعا از جون و دل دارن مایه میذارن، همه بچه های اورژانس، چه عملیات ویژه چه بلخص همکارهای دیگه همون که تو پایگاه هستن، اونا خیلی بیشتر از ما اذیت میشن تو این قضیه. فردی که وجود داره بین همکاران عملیاتی ویژه ما برای انتقال بیماران کرونا خیلی بیشتر از تماسایی که تو بیمارستان ها هستن، هم نزدیکه هم خیلی جدیه و هنوزم تکلیف روشن نیست که این چه شرطی داره، آیا مشکوکه، آیا مثبته، هنوز تعیین تکلیف نشده و تشخیصش تو بیمارستان انجام میدن، لذا خطراتش بیشتره. اکسیژن تو استفاده کن. آره قشن عمیق نفس بکش هستن، الان بهتر میشه حاله. مریض هایی هستن که توسط تیم عملیات ویژه و همچنین بچه های اورژانس دارن جا به جا میشن، این مریض ها تنفسی از خودشون ندارن، به هر حال امکان داره گاهی اوقات با افت سچوریشن همراه بشیم و برای اینا آمو بزنیم دیگه، اون موقع تماسمون خیلی نزدیک هستش و احتمال اینکه مبتلا بشیم خیلی بیشتر هستش حتی با این وسایل. این مسیرم یه شهید خدمت دادیم که تقدیم نظام شد. و تعدادی از بچه همونم مبتلا شدن به ویروس کرونا. من جمله خود من. دکتر کولیون به عنوان فرمانده اصلی خودش در بطن قصه بود و همه دوستان به تبعیت از ایشون با عشق و علاقه کار میکردن. بیماریش سنگین بود، علتش این بود که ایشون خودش درگیر قصه بود، میرفت سر میزد، میرفت دلداری میداد، به بیمارستان ها سرکشی میکرد، به مراکزی که بیماران کرونا داشتن سرکشی میکردن. متاسفانه جناب آقای دکتر کولیون رئیس اورژانس کشور هم مبتلا شدن و خیلی ناراحت کننده هستش. به هر حال ایشون پدر جان اکسیژن تو استفاده کن. آره استنشاق کن دیگه بابا جان. آره آروم باش، استرس نداشته باش. بزنه من اکسیژن رو یکم بیشتر کنم. بله اونجا باعث شد که به خاطر دکتر کولیون هم که شده اینقدر زحمت میکشن و خودشون الان مبتلا هستن بیشتر کار کنم. وقتی که مشخص شد که بیماران کرونا مثبت داریم تو قم، از طرف آقای وزیر با آقای دکتر لایجانی رفتیم قم. اونجا یه بازدید از دانشگاه و بیمارستان کامکار و بیمارستان فرغانی داشتیم، جلساتی با رؤسا و مدیران بیمارستان‌های کل قم داشتیم، امکانات لازم هم بهشون رسوندیم. بعد که اومدیم تهران، خب بیمارستان شهدای یافت‌آباد، بیمارستان سینا، محب، مسیح دانشوری، بیمارستان امام، بیمارستان حضرت رسول، اینا رو سرکشی کردیم. و یه روز که وزارت خونه بودم توی ای او سی، تبلیغ خیلی زیادی کردم
اومدم بیمارستان دیدیم که سچوریشن اکسیژنمون 55%. سی تی اسکن که گرفتیم دیدیم که ریه کاملا سفیده و داره از بین میره. خب توصیه به بستری کردم، بستری شدم. دیگه ظرف 7-8 ساعت من بیهوش شدم دیگه. چیزی یادم نیست تا 14 روز. آخریش سختی رفت. آره اصلا همجور میلرزه بدن آدم. بچه های تیم عملیاتی ویژه ما خیلی جهادی کار کردن، خیلی بیدعا کار کردن. هیچ هم دیده نشدم، کسی هم اون صورت اشارهی به زحمت اینا نکرد، ولی بالاخره خدا میدونه اینا رو و کاری که برای رضای خدا انجام بشه طبیعتا قدر و منزلت ویژه‌ای خواهد داشت. آقا خدا شو بشین. آقا جا اول بشین. آره آقا دست بده من کمک کنم به احسان. خب خط شکن اصلی الان تو بحث کرونا ویروس همکاران اورژانس 115 هست. من افتخار میکنم به داشتن یه جور همکارایی که حتی بعد از اینکه من بستری شدم و در حدود 14 روز تو آی‌سی‌یو بودم و بیهوش بودم، اینا کار زمین نذاشتن، خیلی جدیتر، قویتر و بهتر کار کردن. جای تقدیر و تشکر داده، انشالله که خداوند همه اینا و خانواده‌هاشون رو صحیح و سالم بداره و روز به روز عزت و آبروی بیشتری داشته باشه.